ایرانی ها از سالهای دور سال جدیدشون رو با اعتدال بهاری شروع می کردن و نوروز رو جشن می گرفتن. نوروز بوی تازگی و شادابی می ده. نوروز یکی دیگه از سنت‌های قشنگ و ناب ایرانیه که قدمتش به زمان‌های پیش از هخامنشیان برمی‌گرده. با اومدن بهار، طبیعت جان دوباره می‌گیره و این برای ما ایرانی‌ها هم مصادف با شروعی دوباره است. شروعی پر از سمبل‌های زیبا که پشت هر کدوم یه داستان شیرین نشسته. و البته همه ما نوروز رو با سفره هفت‌سینش می‌شناسیم. برای چیدن و آماده کردن این سفره در تکاپوی دونه دونه سینها رو تهیه می‌کنیم و توی سفره‌مون می‌ذاریم و تا روز 13 نگه می‌داریم. سیب و سمنو و سماق و سبزه، سنبل و سنجد و چند تا هم سکه. ماهی قرمزای ریز و فرز و حافظ و آینه هم از جدا نشدنی‌های سفره هفت سین هستند. توی برنامه‌های بعدی بیشتر درباره فلسفه هر کدوم از این سین‌ها باهاتون صحبت می‌کنیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما بینندگان عزیز که روزها، ساعت‌ها و لحظه‌ها را می‌شمارین تا زمین از خط اعتدال بهاری بگذره و به نوروز 1393 نزدیک بشیم. ما ایرانی ها فرقی نمی کنه در کجای زمین باشیم، از گرمای سوزان آفریقا گرفته تا سوز سرمای تورنتو، آداب و رسوم نوروز را به جا می آوریم و نوروز را گرامی می داریم. اینجا تورنتو است و ما برای شما بینندگان عزیز شبکه جم گزارش کوتاهی تهیه دیدیم از جنب و جوش ایرانی های مقیم تورنتو که با هم می بینیم. لباسای خوشگلی پوشیدیم. ببینم با هم خواهری؟ نه دوست صمیمی. میگم مثل اینکه هوا خیلی سرده، شال انداختین و خیلی تورنتو دیگه منفی 17 درجه روز قبل عید. خب شما هفت‌سینتون رو چیدین؟ بله. امیدوارم که چند روز دیگه بچینم. بله من چیندم، دو سه روز چیندم. حالا خانمم قراره بچینه، آره سبزشو گذاشته، فعلا بقیه کاراش هم داره میکنه. منم چیندم. همیشه ثانیه آخر با هفت‌سین چیده شه. سبزتون رو سبز کردی؟ بله. آماده هستش همه چی دیگه، میخریم آماده رو. سبزه رو مقیدم خودم تهیه کنم برای که به نام دونه دونه اعضای خانوادم میذارم، ولی خیلی چیزاش رو هم از فروشگاه های ایرانی مثلا همینجا من خریدم. سمنه که دوستان برامون میارن هر سال میپزن اینجا، سبزه رو سعی میکنیم خودمون سبز کنیم. الان من ماش و عدس و گندم سبز کردم. میتونین چند تا از سینای هفت سین رو با هم نام ببرین؟ بلند سامسن که سرکه سمنو سنبل سیر سبزه نگفتم این نه تا سین. آفرین، میبینم که خیلی خوب بلدین. ایران که میرفتین عیدی میگرفتین؟ بله. فقط به دخترم عیدی میدم و خانومم و همین، کسی دیگه ای نداریم اینجا. اینجا چی؟ اینجا هم عیدی میگیرین؟ بله. از عمام و خالام اینا عیدی حساب میگرفتم، اما امیدوارم اینجا هم بگیرم. بچه بودیم بچه ها عیدی نمیگیرن، بزرگم شدیم بچه ایم اگه عیدی بگیری دیگه تمام شده دیگه. اون موقع لباس میدادن، کفش میدادن، حالا ما همش پول میدیم فقط. ما ایرانی ها اصالت‌های خودمون رو باید کاملاً نگه داریم. تمام مراسم نوروزی رو ما داریم، دور هم جمع میشیم، شب چله و خود مراسم چهارشنبه سوری رو سعی میکنیم تو این پارک‌ها با دوستانمون بریم. این رسم همچنان ادامه داره و ما بهش افتخار میکنیم. عید نوروز رو به همه تبریک میگم، ان شاءالله همیشه خوش و سلامت و خوب باشن.